گر نگهدار من آن است که من میدانم شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز سنف هشتم خوش آمدید دوستان به درس زبان و ادبیات دری در جلسه یازدهم. عنوان درس ما دوستان چیست؟ عنوان درس امروز ما بررسی ادبیات دری در قرنهای سوم تا ششم است در حوزه اول میپردازیم به این مفهوم دوستان توضیحات را خدمت شما ارائه میدهیم و در بخش دوم در حوزه دستور زبان میرسیم به مفهوم فعل و تقسیم بندی فعل و انواع او را برای شما بیان میکنیم دوستان عزیز سامانه و کانال ارتباطی ما را فراموش نکنید 20964 780 255 4013 راه ارتباطی ما با شما خوبان و نزدیکان است. عزیزان دل به جلسه نو خوش آمدید. خب شاگردای عزیز وارد کار خانگی جلسه قبل شویم کار خانگی جلسه قبل را یک بار شما میخوانم باز خانی میشود در جلسه قبل گفتیم که در متن زیر زمیرها و نوع آن را مشخص کنید قبل از اینکه وارد خود متن شویم دو سال صورت سوال را یک بار دیگر تکرار میکنیم زمیرها و نوع آن گفتیم که زمیر چیست دوستان زمیر کلمه ای است که جانشین چه بشود جانشین اسم شود هدف از آوردن زمیر جلوگیری از تکرار اسم است حال انواعی داشت گفتیم که زمیرها سه نوع است یا زمیرها شخصی است یا زمیرها مشترک است و یا هم زمیرها زمیرهای چه دوستان اشاره هستند زمیرهای شخصی اون زمیرهای که جانشین اسم انسان می شدند مانند چه دوستان مانند من تو او ما شما آنها زمیرهای ششگانه ای که در حوزه اشخاص بیان می شد زمیرهای مشترک زمیرهای بودن که برای همه اشخاص صرف نظر ایزی که مفرد باشد جمع باشد شخص اول باشد شخص دوم باشد شخص سوم باشد برای همه مشترک بیان می شود. خب سه زمیر بود زمیرهای خود خش و خشتن این سه زمیر را زمیر مشترک می گفتیم. و نوع آخر زمیرهای اشاره بودن که زمیرهای اشاره زمیرهای بودند که برای اشاره به یک اسم انسان یا غیر انسان به کار برده می شد مانند چی دوستان؟ مانند این و آن که برای مفردات به کار می رفت و زمیرهای بودند که در حوزه زمیرهای اشاره جمع می شدن مانند اینها، آنها، اینان دوستان کلمات کلماتی بودن که برای زمیرهای اشاره جمع به کار برده می شد حال یک متنی داده شده از ما خواسته که زمیرهایش را پیدا کنیم و نه او را بیان کنیم خب میگویند ما در افغانستان زندگی میکنیم این کشور در قاره آسیا قرار دارد تمامی مردم افغانستان کشور خود را دوست دارند و برای آن جانفشانی میکنند تو نیز باید مانند اینان قدری کشور را بدانی و برای آبادانیش تلاش حال دو دوستان زمایر را پیدا کنیم ما در افغانستان زندگی میکنیم اولین زمیری که سمت ما چشمک میاندازد دوستان چیه کلمه ماست ما زمیر اول چه نوعی از زمایر دوستان زمیر شخصیه زمیر شخصی زمیر شخصی از چه دو دوستان زمایر شخصی گفتیم زمایری بودن که برایش اشخاص ششگانه بیان می شد خب ما کدام است ما او زمیر چیه برای شخص اول جمع به کار برده می شود. این کشور در قاره آسیا قرار دارد کلمه بدی زمیر بدی این است که چه دوستان زمیر احسن اشاره دیگه زمیر اشاره برای مفرد برای چیزی که در واقع در نزدیک ما قرار داره اگه اشاره به نزدیک باشد از این استفاده میکنیم اگه اشاره به دور باشد دوستان از کلمه آن استفاده میکنیم خب تمامی مردم افغانستان کشور خود را دوست دارن کلمه خود سوم زمیر که دوستان در این مطمئنی کلمه خود است چه نوع زمیریه؟ زمیر احسن مشخص است دیگر مشترک گفتیم سه کلمه بود که زمیر مشترک بود خود خش و خشتن ای سه زمیر زمیر مشترک بودن خب کشور خود را دوست دارند و برای آن جان فشانی میکنن آن چی آن کشور پس یک زمیر دیگه اینجا داریم زمیر چیه دوستان زمیر اشاره اشاره به دور بود دیگه کلمه آن خب تو نیز باید مانند اینان قدر کشور خش را بدونی تو تو چه دوستان زمیر شخصی تو زمیر شخصی میشه باید مانند اینان اینان در واقع دوستان چیه این زمیر زمیر اشاره ها زمیر اشاره به چی دوستان به نزدیک برای جمع به کار برده می شود مانند ایشان قدر کشور خیش را باز هم یک زمیر دیگر زمیر چیه دوستان زمیر مشترک را بدانی و برای آبادانیش تلاش کنی تمام نگاه کنید دوستان یک دو سه چهار پنج شش و هفت هفت زمیر ما در داخل این متن داشتیم که برای شما مشخص کردیم خب شاگردای عزیز وارد بخش اول درس جدید شویم خب همانطور که در عنوان در دو سال میبینید بحث ما در مورد ادبیات دری در قرون سه تا شش است وقتی که زبان و ادبیات عرب وارد حوزه قلم روی در واقع زبان و ادبیات دری می شود این باعث می شود که در واقع یک شکل ساختاری جدید در حوزه هم نظم و هم نظم به طوری که بسیاری از اشعاری که بیان میشد به زبان عربی گفته میشد و بسیاری از متنهایی که در واقع در حوزه نصر بود نیز به زبان عربی که یک زبان بین المللی ما بین کشورهای اسلامی بود نگاشته میشد حال خب چگونه این زبان و ادبیات دری در حوزه قلم روی در واقع کشورهای فارس زبان و دری زبان منصوب شد بیان در تاریخ سیسان آمده است که شعرا یعقوب لیس سفاری را به عربی مت میگفتند یکی از کتاب هایی که به عنوان قدیمی ترین کتاب در حوزه زبان و ادبیات دری کتابی است به نام تاریخ سیسان. متاسفانه بسیاری از بخشای کتاب امروز در دسترس نیست نام این نویسنده رو امروز ما نمیدانیم نقل قول های بسیاری در مورد نویسنده ای وجود دارد ولی هنوز که هنوز است مشخص نیست که نویسنده اصلی کتاب چه کسی است ولی در داخل کتاب در مورد چگونگی ورود زبان و ادبیات دری در حوزه شعر چیزهایی نگاشته شده میگویند که زمانی که یعقوب لیس سفاری با خواره جنگ میکند و آنها را شکست میدهد وارد قصر که شود بسیار از شعرا می و در متح ایشان اشعار بسیار زیبایی را می سراین. البته اشعاری را که بیان میکنند در متح یعقوب لیس سفاری به زبان عربی است کمی ناخوش احوال می شود یعقوب لیس سفاری نارد می شود ما که معنای کلمات رو نمیدانیم ما که نمیفهمیم شما چه چیزهایی در متن ما میگویید خوش است بهتر است که شعرهایتان را برای ما به زبان دری بیان کنید در همین لحظه چی میشود شخصی به نام محمد بن وسیف سگزی سگزی یعنی متعلق به سیستان دوستان کسی که اهل سیستان است محمد ابن وصیف میآید جلو که دبیر رسائل یعقوب لیس سفاری است شعری در متشان به زبان دری بیان میکند کتاب تاریخ سیستان شعر محمد ابن وصیف سگزی را به عنوان نخستین شعر زبان دری یاد میکند ای در حوزه قرن سوم بود دوستان وارد قرن چهارم شیم در قرن چهارم هجری قمری در دوره حکومت سامانیان یکی از حکومت هایی که بسیار ارج و قرب و منزلت برای شعرا و نویسندگان در دروار خودشان دوستان قائل بودن حکومت سامانیان است که در این دوره بسیار از بسیار از نویسندگان ظهور میکنند خب یکی از آثاری که در ای دوره میکنه، این دوره ظهور میکند کتاب شاهنامه است نخستین کتاب شاهنامه را کسی می به نام سال به نام ابو منصور عبدالرزاق دقیقی بلخی ایشان که متولد بلخ است نخستین کتاب را تحت عنوان شاهنامه میسراید که متاسفانه باز هم اصلی کتاب امروزه در دست ما نرسیده فقط و فقط 15 صفحه اولی کتاب امروزه در دست ما رسیده و منصوب به چیز منصوب به ابو منصور دقیقی بلخی باشه بعد افراد دیگری از جمله فردوسی توسی می آید و شاهنامه خود را که شاهنامه بسیار پروپیمانه است نزدیک دو سام 50 تا شهست هزار بیت در واقع شاهنامه کی؟ شاهنامه فردوسی توسی دارد پانزه صفحه ابتدای شاهنامه دقیقی بلخی در ابتدای شاهنامه فردوسی توسی ذکر شده است نزدیک سی سال طول میکشد تا فردوسی شاهنامه را تنظیم کند کتاب شاهنامه فردوسی توسی دوستان سه بخش دارد که بخش اول بخش اسطوره است بخش دوم بخش پهلوانی است و بخش آخر بخش شی دوستان بخش تاریخی است که از نظر اطلاعات و داده های آماری بسیار بسیار بالا در حوزه ادبیات دریس کتاب که نزدیک سی سال طول میکشد تا فردوسی توسی در دوره حکومت سلطان محمود غزنوی دوستان این کتاب را نگارش کند کتاب بعدی که بسیار کتاب مهم در حوزه قرن چهارم هجری قمری دوستان می باشد کتاب حدود العالم تحت عنوان اصلی حدود العالم من المشرق الى المغرب است این کتاب کوهندترین کتاب در زمینه جغرافی است اطلاعات بسیار بسیار کامل جامع در حوزه قرن چهارم در حوزه جغرافی دوستان برای ما میداد. از جمله دانشمندان بسیار بزرگی که در این زمانه متولد شود کارهای بسیار بزرگی میکند ابو علی سینای بلخی و ابو ریحان بیرونیس ابو علی سینای بلخی دو کتاب بسیار مشهور دارد یک کتاب قانون و دوم کتاب تب که دو کتاب بسیار بسیار مشهور است در کشورهای مختلف از این کتاب امروزه استفاده می ابو ریحان بیرونی هم یک از دانشمندان بنام روزگار خود بوده است که امروزه بسیار شهرت دارد از جمله شعرهای بسیار مشهوری هم که دی دوره دوستان پا به عرصه حیات میگذارد رودکی بلخیست رودکی بلخی را تحت عنوان پدر شعر دری یاد میکنند چرا یاد میکنند؟ چون اشان نخستین کسی است که می و یک دیوان کامل اشعار را می یعنی اولین کتابی که در زمینه شعر دری نوشته میشد مال کیسوسان مال همین رودکی برخیست رودکی که بلخی دوستان یک مفهومی دارد گفتن قصیده بوی جوی مولیان یک بحث بسیار بسیار جامع و کامل است گفته شده است که در دوره سامانیان چون رودکی بلخی دوستان در دوره سامانیان زیست میکرده است امیر اسماعیل بن نوح سامانی یکی از عمرای بزرگ سامانیان فردی است که در دوستان میبینید که حکومت و مرکز پایتخت حکومت سامانیان چیست شاره بخارا است در شهر بخارا در واقع پایتخت حکومت سامانیان است و برای تجدید قوا برای تفریم وارد چی می شود وارد حرات می شود وارد حرات می شود و در اون مدتی زندگی می کند و به قول خودش از میوه های حری می خورد و در واقع چی می شود نمگیر می شود در این شهر زندگی می کند به جای یک ماه خاصش یک ماه بود است که در اون شهر یک ماه بماند و برگردد و در واقع پایتخت و پایتخت و به امور بپردازد میرود و نمک گیر می شود و بجای یک ما چهار سال در حرات ماندگار می شود همه دیوانیان همه وزرا میمانند که چیکار کنند و در واقع ایج رای حلی پیدا نمی کنند که پادشاه را مجبور کنند و از ایشان درخواست کنند که به پایتخت برگردد و حکومت داری کند یکی از راههای اشاره است که به سراغ رودکی میروند و از رودکی میخوان که در وسط پادشاه یک شعری بخواند یک قصیده بیان بکند و ایشان با شنیدن این شعر عزم برگشت در پایتخت کند همین منظور رودکی در واقع دوستان کسی بود که هم شعر میدانست یعنی شعر میسرایید هم کسی بود که در واقع آواز خوش داشت و هم کسی بود که موسیقی را بلد بود و بربد میزد یه موارد دست به دست هم میدود تا که رودکی یک قصیده بلند و بسیار زیبایی را برای امیر اسماعیل بن نوح سامانی بیان میکند چه میگوید؟ میگوید بوی جوی مولیان آید همی یاد یار مهربان آید همی ریگ آموی و درشتی راه او زیر پایم پرنیان آید همی ای بخارا ای بخارا شاد باش و دیر زی میر زی تو شادمان آید همی میر ماه هست و بخارا آسمان ماه سوی آسمان آید همی میر سر و صبح بخارا بوستان سرو سوی بوستان آید همی در تاریخ نقل شده هنگامی که رودکی ایشه را میخواند و امیر نوح ابن سامانی ایشه را میشنود پای برهنه بر اسبی که زین نداشت سوار می شود و به تاخت به سمت بخارا حرکت می کند و وقتی میرسد تمام پاهای او آماس کرده رمق ندارد از شدت ای که در واقع در وصف او بیان شده بر می گردد و می گویند تا انتهای عمر پا به هرات نمی گذارد. خب ادبیات در قرن پنجم دوستان خب قرن پنجم با یک تحولی در حوزه شعر و در حوزه ادبیات در واقع دوستان حرکت میکند این تحول در حوزه چیز دوستان به لحاظ محتوا و مضمون است انتخاب کلمات فسیح کلماتی که در این دوره استفاده می شود کلماتی است که از فساحت و بلاغت یعنی از شیوایی و رسایی و تازگی بسیار نابی برخوردار است تناسب معنا و آهنگ اشعار در این دوره در واقع می آید مابین وزن و آهنگ خود ما بین مضمون و معنای خود یک ارتباط برقرار می کند و یک ارتباط و یک هماهنگی بسیار خاصی فی مابین بین و مقوله برقرار می کاربرد صنایع بدی یکی از چیزهایی که در حوزه ادبیات دوستان میبینیم تحت عنوان صنایع بدی است یعنی استفاده از آرایه های ادبی از جناس از سج ارزم به حضور شما از تزمین از مقولاتی که در این حوزه است در اشعار بسیار استفاده می‌کند. تا یک رنگ و لعاب خاصی به شعر خود ببخشم قصیده سورای در این دوره بسیار پیشرفت میکند قصیده قرن چهارم که در واقع قرن قبلی بود به واقعیت نزدیک بود اشعاری که بیان میشد قصیده هایی که گفته میشد در واقع او قصیده های واقعی بودند در حالی که قصیده در این دوره کمی مبالغه دارد یعنی از حالت عادی از حالت واقعی خود دور میشد و سمت خیال انگیزی میرود که در واقع آرزو و خاص هر شاعری در این دوره است طبیعت گرایی یعنی پرداختن به اموری که در حوزه طبیعت هست توصیف طبیعت سبزه ها گلزار ها باغ ها، بوستان ها گلستان ها در اشعار بسیار شاعران دوره از جمله فرخی سیستانی و انصری و منوچهری دامقانی بسیار پررنگتر است به عدالتی و نابرابری های اجتماعی از دیگر محتوای شعر در این دوره میتواند باشد بیان تصویری یعنی چیزی که در جامعه دیدم شد در طبیعت دیدم شد در اشعار شاعران بسیار به وفور میشد می کاربرد صفت های آمیز در متح پادشاهان بدانی که در این دوره اشعار بسیار اشعاری چیز سان؟ اشعار متحیست اشعار ستایشی برای پادشاهان صورت می گرفت و برای که از پادشاهان سله خوب بگیرن هدیه خوب بگیرن شاعران چیکار میکردن می آمدن اشعار خود را غلوف میکردن از صفات بسیار اقراق آمیز برای پادشاهان استفاده میکردن خب شاعران قرن پنجم خب چند مورد از این شاعرایی که در قرن پنجم دوستان زندگی میکرد برای شما نام ببریم تا بیشتر با این شاعران آشنا شوید اول گفتیم دو سال فردوسی توسی که کتاب شاهنامه از ایشان است برای شما بیان شده است اون سوری کسی است که به مقام ملک و دولت سلطان محمود غزنوی میرسد فروخ سیستانی نیز از دیگر شعرائی است که در قرن پنجم در حوزه طبیعت بسیار بسیار اشیار نغز و دلکش دارد منوشهری دامقانی نیز از دیگر شعرائی است که بسیار میتوان در مورد ایشان توضیح داد گفتیم که منوشری دامقانی از جمله کسانی است که بیان تصویری دارد یک شکل تصویری از طبیعت برای خواننده به تصویر میکشد یک شعر دارد تحت عنوان خزانیه شاید دوستان خوانده باشید یا در جایی دیده باشید که منوشری دامقانی شاعر قرن پنجم اینگونه بیان میکند خیزید و خزارید که هنگام خزان است باد خونک از جانب خارزم وزان است آن برگ رزان بین که بر آن شاخ وزان است گویی به مثل پیرهن رنگ رزان است دهقان دهقان به تعجب سر انگشت گزان است کن در چمن و باغ نه گل ماند و نه گلنار یک در واقع دوستان یک قالب شعری مصمت است که از منوچهری دامقانی بیان شده و شعر بسیار بسیار زیبایی در وسط طبیعت است شعر کاملش را دوستان میتوانند بعدها خودشان مراجعه کنند و مطالعه کنند ناصر خسروی در واقع قبادیانی نیز دیگر است شعرای این دوره است اسدی توسی اسدی توسی اسدی توسی از جمله شعرایی است که کمتر نامش ذکر می شود ولی اولین کسی که مناظره در حوزه شعر را بیان کرد این شاعر است اسدی توسی دوستان کسی است که اولین بار اولین بار مناظره در شعر را باب کرد دو رقیب در واقع در حوزه شعر با همدیگر مناظره هم می کنن. مانند فرهاد و خسرو در منظومه چی؟ در منظومه فرخاد و شیرین نظامی گنجوی با هم مناظره میکنن یا محتسب و انسان مست در اشعار پروین اعتصامی که با هم مناظره میکنه این مناظره بسیار شنیدنی نیست دو سال حتما بروید مراجعه کنید و بخوانید که مبتکر فن مناظره در شعر همی اسدی توسیست مسعود سعد سلمان که در واقع شاعر حبسی است اشعاری که اشتان بیان میکند در واقع شعرهایی هستند که در زندان گفته شده در او زندانهای نار و در زندان نای و در قلعه حسارگ اشان بیان میکند یک شعر بسیار بسیار زیبایی دارد نالم چو دل به نای چون اندر حسار نای پسی گرفت همت زین بلند جای دوستان این رو بخونید خیلی اشعار زیبایی دارد فخر دین گرگانی نیز از شاعران بسیار مشهور در قرن پنجم است خب ادبیات در قرن ششم دوستان آخرین قرنی که امروز میخواییم دو پرداخت بکنیم با ویژگی ها و شعرهای مشهور ای دوره است ویژگی های شعر در قرن ششم دو حالت دارد یک بیان حالات صوفیانه و زاهدانه در حالی که در قرن پنجم، چهارم، سوم دوستان میبینیم حتی قرن پنجم اینها نگاه میکنیم اشعار بسیار اشعاری هستند که یا متح پادشاهان در او نهفته است یا در مورد وصف طبیعت بیان شده است در حالی که در قرن ششم این حالت ها موجود نیست شعرهایی که بیان میشود شعرهایی هستند که یا زاهدان است یا بیان حالات عارفانه است قالب های شعری دوران از قالب های جدید می شود ترجیبند، ترکیبند، قطعه، مسمت از جمله اشعاری هستند، قالب های شعری هستند که در این دوره ظهور میکنند و شاعران خاصی را میتلبد دو شاعر نامی دارد دوستان قرن یکی سنایی است که سنایی غزنوی آغاز ورود عرفان به شعر دری نخستین کسی که اصطلاحات و واجه های عارفانه را وارد حوزه شعر دو دوستان همین در واقع مجد مجدودبن آدم ثنایی است ایشان اصلاحات عارفانه را وارد شعر میکند در حوزه زندگی ایشان میگوید که سه حالت متفاوت بر ایشان فایق میآید آید مت متح پادشاهان را میگیرد و به سمت اشعاری به ای سمت میرود در حالت دوم میآید به نقطی اجتماعی وضعیت زندگی مردم خود در مرحله دوم بپردازد و در مرحله آخر از این موارد عبور می کند و به سمت شعر عاشقانه عارفانه گام میگذارد. شاعر بعدی دوستان شاعری است که تحت عنوان عمر خیام از او یاد می شود شیخ عمر خیام شیخ عمر خیام کسی است که در واقع علاوه بر شعر ستاره شناسی و نجوم و فلسفه هم میداند از ابتکارات شیخ عمر خیام دوستان تقویم جلالی است تقویم جلالی در دوره حکومت ملک شاه سلجوقی دوستان ایجاد می شد شیخ عمر خیام در واقع مبتکر همین تقویم است که این تقویم امروزه مورد استفاده بسیاری از کشورها قرار میگیرد که ما نیز از این تقویم استفاده میکنیم. اشعاری که توسط ایشان بیان می شود بیشتر دوستان بعد چی دارد؟ بعد فلسفی دارد وقتی مکانیت در او نه از وصف طبیعت خبری است و نه از متح پادشاهان کلمه بیان می شود اشعارشان صرفا و صرفا فلسفه می باشد به طوری که رباعیات اشان رباعیات خیام رباعیاتی است که در سطح جهان شهرت پیدا کرده است از جمله رباعیات اشان می توانیم یک نمونه ذکر کنیم برای شما دوستان می گویند که آن قصر که جمشید در او جام گرفت آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت بهرام که گور میگرفتی همه عمر دیدی که چگونه گور بهرام گرفت نگاه کنید دوستان این یک روایی است که از شیخ عمر خیام نشابوری است دوستای عزیز وارد بخش دوم خودمان شویم قواعد دستوری قواعد دستوری در حوزه قواعد دستوری میپردازیم در یک مفهومی تحت عنوان فعل خب فعل را قبلا برای شما دوستان معنا کردیم توضیح دادیم و گفتیم باز هم تکرار میکنیم فعل در لغت به معنای کار کردن است پس هر زمانی که کاری میکنیم او را میگوییم فعل حال در اصلاح چیست؟ در اصلاح انجام دادن کاری در یکی از سه زمان گذشته حال و آینده را گویند پس هر زمانی که کاری در زمان گذشته یا زمان حال یا زمان آینده بخواهد انجام شود تحت عنوان فعل از او یاد میکنیم مثال میزنیم مثال چیه دوستان؟ میگوییم میرویس سفر کرد خب سفر کرد سفر کردن در چه زمان انجام شده؟ در زمان گذشته صورت گرفته است مثال بعدی احمد سفر میکند یعنی سفر هنوز تمام نشده هنوز هم در واقع ادامه داره زمان زمان چه دو سال زمان حال است بنفشه سفر خواهد کرد یعنی نه گذشته نه حال است بلکه یک کاری است که می خواهد انجام شود هنوز زمان او فرا نرسیده یعنی زمان زمان چه دو سال زمان آینده است خب حالی میخوایم فعل رو از یک نظر دیگر هم دوستان تقسیم بندی کنیم میگوییم فعل به لحاظ تقسیم بندی فعل معلوم و فعل مشهول خب فعل معلوم چیست؟ فعل معلوم فعلی است که فاعل آن مشخص باشد گفتیم یکی از اجزایی که در جمله در کنار فعل باید قرار بگیره فاعل است اگر در جمله شما فاعل موجود بود فاعل آشکار بود فاعل مشخص بود فعل شما چی میشد دوستان فعل فعل معلوم میشد مانند چی میگوییم ظلمه آمد ظلمه در اینجا چیه دوستان ظلمه در اینجا نقشش فاعل است آمد که میشود فعلش پس در اینجا چون فاعل در جمله موجود هست پس فعل ما فعل معلوم است علی کتاب را آورد علی در اینجا نقشش باز هم فائل است پس آورد که در واقع فعل ماست چون در جمله قرار دارد که فاعل هم موجود است پس فعل ما فعل معلوم می شود خب فعلی داریم در مقابل فعل معلوم قرار دارد فعل مشهول گفتیم فعل معلوم فاعلش مشخص است در ساختار جمله ولی فعل مشهول فعلی است که فاقد فاعل باشد یعنی فاعل در جمله موجود نباشد مانند چی؟ مانندی که میگیم شیشه شکسته شد نگاه کنید دوستان شیشه شکسته شد خب شیشه رو کی شکسته آیا میدانیم که چه کسی شیشه را شکسته نه مشخص نیست کننده کار فائل کار مشخص نیست که چه چی کسی شیشه را شکسته پس فعل جمله ما چی شود؟ فعل مشهول شود نگاه کنید شکسته شد شکسته شد شود فعل ما فعل هایی که در ساختار جمله های مشهول هست دوستان از مستر شدن کمک میگیرند دوستان از مستر شدن کمک میگیرد مثلا از جمله چی بودن؟ میگویم که میگویم مثلا مثلا گفته میشد که علی شیشه را شکست علی شیشه را شکست یک چه دوستان؟ یک فعل فعل معلوم است چرا؟ چرا؟ چون علی فاعل کار است. حال فایل رو حذف میکنیم خب از چی کمک میکنیم برای ساختن فعل مشهول از مستر و از فعل شد کمک میگیریم که مشهد دوستان یا شکسته شد در واقع کمک گرفته شده از این فعل برای ساختن یک فعل مشهول خب یک تقسیم بندی دیگری هم در حوزه فعل وجود دارد و او تقسیم فعل به لحاظ لازم و متعدیبونن است میگوییم فعل لازم چیست؟ فعل لازم فعلی است که به مفعول نیاز ندارد پس فعل لازم تنها و فقط به یک جز نیاز دارد و او فاعل است معلم آمد معلم میشود نقشش فاعل ما آمد هم که چیز دوستان؟ آمد هم که فعل ماست غیر ای دو جز جز دیگری هم در داخل جمله داریم نه پس این فعل فعل چه دوستان؟ فعل لازم است که تنها یک جز دیگر غیر از خود دارد و او فاعل است فعل نوع دوم دهی تقسیم بندی دوستان فعل متعدی است یعنی عبور می کند از فاعل فعلی که تعدد دارد علاوه بر فاعل و فعل فعلی است که علاوه بر فاعل به چی نیاز دارد به مفعول هم نیاز دارد به مفعول نیاز دارد جزء اساسی دهی ساختار دوسان مفعول است نوزاد شیر را خورد خب نوزاد نقش چیز دوستان نوزاد در داخل جمله می شود فاعل ما شیر نقش چیز شیر می شود مفعول ما و خورد هم می شود فعل ما نگاه کنید نوزاد فاعل شیر مفعول و خورد می شود فعل ما این جمله یک جمله متعدی است و فعل ما فعل متعدی خب شاگردای عزیز رسیدیم در بخش آخر کارخانگی برای جلسه آینده کارخانگی از شما چه میخواد؟ برای فعلهای متعدی و مشهول مثال بزنید نگاه کنید دوستان تقسیم بندی داشتیم گفتیم فعل یا لازم است یا متعدی یا فعل از یک تقسیم بندی دیگه برخوردار بود گفتیم فعل یا معلوم است یا مشهول حالا شما خواستیم که برای فعلهای های متعدی و فعلهای های مشهول مثال بیاورید. خب خوب شاگردهای عزیز و گرامی در پایان جلسه امروز رسیدیم خسته نباشید مانده نباشید کانال ارتباطی ما را فراموش نکنید 2964 780 255 40 13 هر گونه نظر پیشنهاده که برای ما عزیزان داشتین روان سازید عزیزان دلبند تا جلسه دیگر خدایا رو نگهدارتان